پیش بینی که میشد که امیدوار بودن شاید گذرگاه رفح باز بشه برای اینکه کسانی که در غزه گرفتار شدن بتونن خارج بشن. این مسئله از خیلی از طریق در واقع خبرگزاری مطرح شد، به استناد دو منبع امنیتی در مصر گفته شده بود. اما به محض انتشار این خبر، به رغم اینکه مردم به همراه پاسپورت هاشون بسیاری حتی خارجی ها به پشت دروازه رفح رسیدن، هم حماس انکار کرد این مسئله رو و هم اسرائیل. اسرائیل هم کرد هیچ نوع توافق بشر آتش بس وجود نداره. حماس هم گفت ما هیچ خبری در این مورد نشنیدیم. اما طرف مصری ساعتی بعد اعلام کرد که اگر در صورت که امنیت شهروندانش تضمین بشه ممکنه گذرگاه رو باز بکنه، البته با این شرط که هم موقت باشه، بسیار کوتاه شد برای چند ساعتی برای عبور خارجی ها، کسانی که غیر ساکنین اصلی اونجا هستن، غیر از ساکنین غزه هستن، و همچنین برای فرستادن کمک های انسان دوستانه که در حال حاضر در مصر دپو شده و به دست مردم در غزه نمیرسه. اما این نیمشو باید در نظر بگیریم که به هر حال کسانی که در غزه هستن الزاماً طرفداران حماس نیستن، بسیار از اونها سالها ساکن اون منطقه هستن و بزرگ شده اونجا هستن. برای همین در تلاش هستن تا راهی پیدا کنن بتونن خودشون در نقطه امن نگه دارن. حماس داره تبلیغات میکنه و به صورت پروپاگاندا میگه کسی از اون نباید بره بیرون، اما اسرائیل چندین بار مهلت‌های 24 ساعته رو تمدید کرده تا مردم بتونن اونجا خارج بشن. خبرها امروز میگفت دست کم 600 هزار نفر از مناطق شمالی غزه وارد جنوب شدن، اما باید فراموش نکنیم نزدیک 500 هزار نفر دیگه هنوز باقی مونده. وضعیت غذا، کمک های لوجستیک، امداد، بیمارستان و همه اینها در شرایط بدی قرار داره. این طرف در سمت اسرائیل هم شهر ستروت کاملا تخلیه شده، تعداد اندکی باقی موندن و البته انفجارهای رموز، صدای راکت هایی که ما امروز در کنس در پارلمان اسرائیل در اورشلیم شنیدیم نشون میداد که حماس هم همچنان به کار خودش در موشک پرانی ها داره ادامه میده و وضعیت به همین ترتیب هنوز در حال بحرانی ولی به صورت منجمد و فریز شده است. ممنونم از جزئیات در دوان روز بعد از اورشلیم بود با تازه ترین ها از جنگ اسرائیل حماس.